سلام به تمامی نظامی دوستان عزیز و میلیتاریست های گرامی. به نظامی ترین و قدیمی ترین رسانه نظامی فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. ممنون از اینکه ما را برای تماشا انتخاب کردید و ما هم در تلاشیم تا برای شما عزیزان بهترین های نظامی ایران و جهان را آماده بکنیم. بحث سلاح های لیزری و تکنولوژی عجیب و غریب اونها که این روزها بیشتر توی بازی های ویدیویی دیده میشه، چیزی هستش که خیلی از ارتش های دنیا به دنبال اون هستن و میخوان بهش برسن و کشور ما هم از این کشورها دور نیست و ایران هم به دنبال دستیابی به این تسلیحات جدیده و تا حالا مواردی رو هم ساخته و در حال استفاده از لیزر در تجهیزات نظامی بومی ایرانی هستش. اما این که از این تسلیحات چطور و برای چه کاری استفاده میشه رو در ادامه این برنامه از هاشه نیوز براتون میگیم. پس تا پایان با ما همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. تکنولوژی لیزری توی نیروهای نظامی برای اموری مثل هدایت انواع بمب، موشک و اندازه‌گیری مسافت کاربرد داره. سلاح حاصل از این تکنولوژی هم یه نوع جنگ‌افزار انرژی هدایت شده هستش که از پرتو لیزر واسه تخریب هدف استفاده می‌کنه. از دهه 1970 تا حالا سلاح‌های لیزری متعدد و متنوعی طراحی و تولید شده، اما اغلب اونها از مرحله تحقیق و اثبات تکنولوژی فراتر نرفتن. امروزه جنگ‌افزارهای زمینی لیزری توانایی نابودی موشک ها، پهپادها و گلوله های توپ و خمپاره در حال پرواز رو پیدا کردن و سلاح های لیزری هوا برد هم آزمایش های موفقیت آمیزی داشتن و حتی سیستم های لیزری فضایی برای نابودی ماهواره ها یا موشک های بالستیک هم پیشنهاد شده. مهمترین مزیت سلاح های لیزری این هستش که به لحاظ اقتصادی نسبت به سلاح های مورد استفاده فعلی به صرفه تره، چرا که هزینه هر شلیک یک سلاح لیزری فقط هزینه صرف انرژی هستش که سوخت شیمیایی الکتریسیته اون رو تامین میکنه. بدین ترتیب توی خیلی از سلاح‌های لیزری هزینه هر شلیک کمتر از $1 و این در حالی هستش که گلوله‌ها یا موشک‌هایی با قدرت تخریبی برابر هزاران دلار قیمت داره که باید هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری رو هم به اونها اضافه کرد. همچنین سلاح‌های لیزری قطعات مکانیکی کمی دارن و به سرعت تغذیه شارژ میشن و هزینه‌های مربوطه به استفاده، تعمیر و نگهداری اونها حتی از مهمات سلاح‌های متعارف هم کمتره. مهمترین مزیت اون اما سرعت اصابت هر شلیک هستش، به نحوی که اشعه لیزر با سرعت نور حرکت میکنه و نیازی به محاسبه جابجایی هدف نداره. این امر فرار برای دشمن رو سخت میکنه و در واقع غیر ممکن میکنه. این ویژگی لیزر رو یه گزینه عالی برای درگیری با اهداف خیلی سریع مثل موشک ها و راکت ها، گلوله های توپ و خمپاره ها میکنه. توی سطح پایین تر حمله آمریکا به افغانستان و بعد از اون در پی فرو ریختن برج‌های دوقلوی این کشور و درگیری نظامیان این کشور با گروه‌های شبه نظامی و تروریستی عراق و افغانستان باعث شد سلاح‌هایی مثل انواع تک‌تیرانداز که برای شلیک به اهداف دوردست طراحی شدن کاربردی بیشتری برای اونها داشته باشند. از این جهت محاسبه فاصله بین تک‌تیرانداز و هدف مقابل اون از جمله موارد مهمی هستش که در شلیک از فواصل دور اهمیت ویژه‌ای داره. به همین جهت معمولاً تک‌تیرانداز به همراه خودشون سیستم‌های مسافت سنج لیزری رو هم می‌کنن که با ارسال نور لیزر به یک نقطه مشخص که توسط کاربر تعیین میشه و بعدش هم دریافت بازتابش اون مسافت دقیق رو محاسبه می‌کنه. سلاح‌های لیزری توی سال‌های گذشته هم به ویژه بعد از شکل‌گیری داعش توی منطقه و همزمان با اون حضور آمریکا توی درگیری‌های سوریه و عراق از سال 2011 به این طرف در تعداد بالایی از طرف تمامی طرف‌های درگیر به کار رفته و باعث شدن که خیلی از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درگیر در بحران به وجود اومده توی عراق و سوریه به سمت ارتقای اقدامات مقابله‌ای با تسلیحات لیزری برن. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم از ارتش گرفته تا سپاه پاس چندین سال با توجه به تهدیدات موجود در پیرامون کشورمون و حضور نیروهای نظامی بیگانه مسلح به فناوری سلاح‌های لیزری توی منطقه غرب آسیا اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات جدید و نوسازی و حتی بهینه‌سازی تجهیزات جدید مثل هشدار دهنده‌های لیزری کردند.
توی یکی از این موارد اول اسفند پارسال سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توی سفر به سیستان و بلوچستان از این جنس دستاوردهای نیروی زمینی ارتش بازدید کرد. تصاویر منتشر شده از این بازدید نشون میده که امیر سرتیپ دوم خزائی فرمانده جهاد خودکفایی نزاجا در حال توضیح یکی از این دستاوردهاست که سامانه هشدار دهنده لیزری محمول توسط نفر هستش. این سامانه رو سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش برای مقابله با تهدیدات سلاح‌های هدایت لیزری در یه نوع دیگه به اسم قابل حمل توسط خودرو که میتونه روی خودروهای نظامی نصب و استفاده بشه در اختیار دارن. در واقع یکی از اصلی ترین کاربردهای این محصول رو باید هشدار دهی و آگاهی بخشی نسبت به سلاح‌های لیزری دونست، سلاح‌هایی که روز به روز انواع جدیدی از اونها ساخته میشه. این نوع سیستم‌ها به ویژه در منطقه غرب آسیا در اختیار نیروهای آمریکایی و متحدان اون هستش. مهمترین هدف هر تک تیرانداز قطعاً هدف قرار دادن سربازان از فاصله دور هستش و برای این تیراندازی از راه دور با استفاده از لیزر یه تک تیرانداز میبایستی به نشانه گذاری و مسافت یابی با تابش موج لیزری به سمت هدف اقدام بکنه. به همین خاطر اولین مسئله مهم در مقابله با هر تهدیدی از جانب سلاح لیزری کشف این سلاح هستش و با کشف خطر تسلیحات لیزری نیروهایی که زیر حملات قرار گرفتن حتی در صورتی که نتونن با حمله صورت گرفته مقابله بکنن حداقل زمانی برای تخلیه محل مورد نظر و حفظ جون خودشون خواهند داشت. یه مدل از این سیستم به روی کلاه سربازان نصب شده که سرباز مورد هدف میتونه نسبت به خطر آگاه بشه تا جون خودش رو از موقعیتی که مورد حمله قرار گرفته نجات بده. توی خودروهای نظامی هم که معمولاً با سلاح‌های تک تیرانداز کالیبر سنگین یا موشک‌های هدایت شونده ضد زره هدف قرار می‌گیرن، این سامانه هشدار دهنده میتونه با اختاری که به سرنشینا میده این اختار رو بده تا حداقل سرعت خودشون رو افزایش بدن و به این صورت شانس دشمن برای هدف قرار دادن اونها کاهش پیدا بکنه. اما سامانه قابل حمل توسط یک نفر، یک سامانه خود حفاظتی آشکار ساز سامانه های هدایت شونده لیزری که تا 15 کیلومتر برد داره. سامانه مذکور به 3 نوع حسگر مجهز شده و با هشدار صوتی و روشن شدن چراغ اختار میده. برد 15 کیلومتر فاصله امنی رو برای عمده نیروهای پیاده ایجاد میکنه و اونها رو به طور کامل از تهدیداتی خصوصا مثل تیم‌های ضد زره و تک تیرانداز آگاه میکنه. ساخت و توسعه این سامانه‌های هشدار دهنده لیزری با پویایی بالا که زمان خیلی پایینی برای نصب در زمان درگیری لازم دارن، نشون دهنده این هستش که نیروهای مسلح کشورمون با توجه به وقایع سپری شده توی سوریه و عراق به کسب تجارب خیلی زیادی از میدان‌های نبرد با تروریست های داعش و تحت حمایت اسرائیل و بعضی از کشورهای منطقه همچنان در حال توسعه سامانه ها و تجهیزات انفرادی و سنگین موجود در سازمان های رزم سپاه پاسداران و ارتش هستند. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.